وزارت صحت عامه احتمال بسته شدن 90% از مرکزهای درمانی کشور را رد می کند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه از سازمانهای جهانی می خواهد تا به بخش بهداشت در افغانستان کمک نمایند. کمیته بین المللی نجات در یک گزارش تازه هشدار می دهد که بی پروایی جهان در کمک به نظام بهداشتی افغانستان ممکن است باعث بسته شدن 90% از مرکزهای درمانی این کشور تا پایان سال روان میلادی شود. جمهوریت یکی از بزرگترین شفاخانه های کابل با موجی از بیماری روبرو است، اما بستر و دارو در اینجا بسیار اندکند. محمد عمر که به سرطان گرفتار است از کمبود وسایل پزشکی انتقاد دارد. این واکسینا خوب باید در شفاخانه باشه، شفاخانه دولتی چون ندارن باز مجبور از هر مریض میره از دواخانه میگیره. مایناتی که ما بر مریضا میکنیم بسیار ماینات با امی قیمتی هست که او ماینات هم دیگر نیست، چون لابراتوار مواد کافی ندارن که ازش استفاده کنن. همزمان کمیته بین المللی نجات هم از احتمال بسته شدن 90% از مرکزهای درمانی افغانستان را تا پایان سال 2022 هشدار می دهد. اما وزارت صحت عامه احتمال بسته شدن مرکزهای درمانی را رد می کند. دا اعلان سه هر چا کړی هر نهاد کړی چې 90% روغتونونه به بند شي، د دوی خپل شخصي نظر ده. خدا هم موږ نشو ردولای چې دلته اقتصادي ستونزه نشته. وزارت صحت از فعالیت های کمیته نظارت و ارزیابی مرکز های بهداشتی دولتی و خصوصی برای بهبود ارزی خدمات بهداشتی خبر می دهد. سعی می کنیم که ساماندهی کنیم مطابق قانون، مطابق لوایح و ایجاد سهولت، با هدف ایجاد سهولت برای مردم ما. هاغه خارجی مرستی، هاغه سازمانونه چه دلت تعهدات درلودل دیغوی مرست تا ارتیا دیر زیاده شده. زکه چه تیر نظام، تیر شلکلن نظام دی صحت طول برخه تقریبا 80% پا خارجی مرست پوری تراده ساتلیوا. کمیته نظارت و ارزیابی تا حال 1607 مرکز درمانی شفاخانه و معاینه خانه را بررسی کرده است که از این میان 3 شفاخانه خصوصی و 160 معاینه خانه جواز فعالیت ندارند و بیشتر آزمایشگاه های خصوصی نیز معیاری نبودند. هیئتی از ترکمنستان برای تکمیل کار پروژه تاپی به افغانستان آمده است. سرپرست وزیر معادن و پترولیم میگوید که کابل و اشقابات درباره آغاز کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک به توافق رسیدند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند که با عملی شدن پروژه تاپی همکاری های فراگیر میان افغانستان و کشورهای منطقه فراهم میشوند و افغانستان سالانه 400 میلیون دلار از عبور لوله گاز ترکمنستان به پاکستان و سپس هند درآمد خواهد داشت. معین وزارت معادن ترکمنستان در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل آمده است. سرپرست وزیر معادن و پترولیم امارت اسلامی خوشبین است که سفر این هیئت بلندپایه در آغاز سال نو میلادی نشانه جدیت اشقابات در تکمیل تاپی است. کوشش دیر ضروری که دایشی که پونیس به دویم یعنی په دوم نمایی دیده کال که انشاءالله سی دا کارون با عملی شروع سی. بر بنیاد پیمان 30 ساله پروژه تاپی افغانستان در 10 سال نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز، در 10 سال دوم سالانه 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز به دست خواهد آورد. از امو مسیری که پروژه تاپی یا گاز امین لوله میره به پاکستان، امی هم همراهشان آباد میشه، بخش ترانسپورتش، بخش ترینش، بخش مخابراتش. از مسیر پروژه تاپی رایاهن برق 500 کیلوولت ترکمنستان و فایبر نوری نیز عبور خواهند کرد. میتونه افغانستان نوی کلید منطقه بسازه و از آسیای میانه را با آسیای جنوبی وصل کنه و در حقیقت اونمو اصل اساسی که ما میتونیم که چهار گوشه آسیا را با یکی وصل کنیم در حقیقت رو ثبوت کنه. هرات نخستین ولایت از گلوله گاز تاپی از آن خواهد گذشت. چند ولایتی که این خط عبور میکنه میتونه زمین اشتغال زایی برای اقشار جامعه و مردم فراهم بکنه تا جوانها از کشور فرار نکنن. لوله گاز تاپی از ترکمنستان تا هند 1814 کیلومتر درازی خواهد داشت که بیش از 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان خواهد گذشت. درآمد 400 میلیون دلاری در سال فراهم شدن هزاران فرصت شغلی، ایجاد 12 سب‌استیشن برق و رشد اقتصادی از مزایای دیگر پروژه تاپی به افغانستان گفته می شوند.
برای بحث بیشتر در همین رابطه با مهمانان برنامه بحث میکنیم. آقایان محمد صابر صادقی، آگاه سیاسی، و همچنان نصیر احمد ترکی، استاد دانشگاه، با ما تا لحظات بعد وصل خواهند شد. آقای صادقی، به بحث خوش آمدین. حالا هیئتی از ترکمنستان برای تکمیل کار پروژه تاپی به افغانستان آمده و درباره آغاز کار عملی پروژه تاپی در آینده نزدیک به توافق رسیدن. چطور میبینین به همین موضوع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین یک عرض سلام داشته باشم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه، بینندگان و شنوندگان خوب تلویزیون تلونیس. فکر میکنم بجا بود که در حکومت قبلی یا حکومت گذشته محمد اشرف غنی باید تکمیل میشد. بنا به دلایل مختلف، بنا به مشکلاتی که داشتند در اون حکومتی، این پروژه مهم و حیاتی و سرنوشت ساز برای یک ملت بیچاره افغانستان با یک درآمد خوبی بود که ملت ما و مردم ما میتونست که از این استفاده ببره. متاسفانه که به تعویق افتیده بود و حالی هم که اثر گرفته شده، من فکر میکنم یک گام خوبی است، یک گام مثبت است و میتونه که بر در آینده ها یک درآمد خوبی برای ملت و مردم ما داشته باشه. روی این که چقدر شرایط آماده است که پروژه عملی شود بیشتر در ادامه بحث میکنیم، اما سه نظام در افغانستان رد و بدل شد و ولی پروژه تاپی به هدف نرسید. چرا؟ دلایل عمده اش که در هم در داخل هم در بیرون در منطقه چه مواردی بوده؟ سه دلیل بسیار عمده و اساسی و حیاتی. اول، نبود ظرفیت. دو، عدم کنترل تمام اراضی افغانستان. سه، فسادی که واقعا تمام افغانستان پوشیده بود. این سه علت در داخل افغانستان، در داخل افغانستان علتش اینمی سه عمده بوده که این پروژه عملی نشد. و اگر حکومت های قبلی باز هم سر جای خود می بودن، به یقین براتون میگم که این پروژه حیاتی و مهم باز هم به حالش می ماند. یک عاملش شما عدم ظرفیت یا نبود ظرفیت خواندین، یعنی چیز؟ عدم ظرفیت به معنای فساد اداری. فساد اداری که در حکومت گذشته وجود داشت واقعا به آخرین حد خود رسیده بود و این فساد یکی از عوامل مهمی بود که تمام از اینا به فکر ازی بودن که بتانن از اینمی پروژه یک مهم حیاتی برای به خاطر منافع شخصی خود سود ببرن و در فکر ازی نبودن که برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان چه نوع ما میتونیم خدمت گذاری بکنیم. مثلا چه سود میبردن در حالی که پروژه عملی نشده بود؟ ما یک مثال بسیار ساده براتون میگم. یک پروژه بسیار عادیه که یک ولسوالی تطبیق میشد. ولسوال حق خودم میخواست، قماندان هم حق خودم میخواست، هر کس. و این یک پروژه که به این پیمانه بزرگ و مهم و حیاتی باشه، تو خواهی نخواهی در این وزیر هم دست داشت، وکیل هم دست داشت، در این تا ریاست جمهوری. ما بارها گفتیم، نه امروز، در حکومت های قبلی از همین میز و سایر رسانه ها صدا زدیم که فساد اداری به حد رسیده بود که دیگه مردم به سطوح رسیده بودن. حالی هم برات میگم سه مشکلی که صد رای از این چیز مهم قرار داشت عرصهش برچیده شده. حکومت گذشته حاکمیت مطلق با تمام امیرازی نداشت که از کجا به کجا باید وصل شود. یک جایش دست تحریک طلبا بود، یک جایش زیر کنترل زیاد بود و یک جایش هم زیر کنترل کسایی بود که تفنگدارای غیر مسئول که نه با حکومت ارتباط داشتن نه با طلبا ارتباط داشتن. اونا هم فقط در غم عقاقخازی و در غم استفاده جویی بودن. یعنی هر باری که تلاش میشد و هر باری که در مورد پروژه تاپی صحبت میشد، در داخل افغانستان فقط موضوع بحث فسادی داری مطرح بود. شما ببینید پروژه تاپی خو یک پروژه بسیار مهم و حیاتی و کلانی است. از پروژه بسیار عادی به سطح وکیل دو دست درازی میکردن. بعد وکیل ها دقیقا مزی بودن که چنم بتانن که از یک مقدار پول به جیبای شخصیشان بریزه. وزیرا دخیل بودن، موینا دخیل بودن، رئیسا دخیل بودن. این فساد به حوج خود رسیده بود. لحاظا به خاطر عظمی سایر مثل پروژه های تاپی تا به امروز نیمکاره و یا هم کاملا توقف در افغانستان باقی مانده. بسیار زیاد تشکر به شما برمیگردم. آقای ترکی، شما به بحث ما خوش آمدین. دیدگاه شما را در مورد
پروژه تاپی می داشته باشیم که در این مدتی که سه تا نظام در افغانستان رد و بدل شد و گذشت رفت، ولی پروژه تاپی عملی نشد و حالا هیئتی از ترکمنستان برای تکمیل کار پروژه تاپی به افغانستان آمده. آیا زمانش رسیده که به واقعیت تبدیل شود؟ سلام به شما و همچنان به مهمان برنامه شما و به بیننده های نهایت محترم تلونیوز. سلام. پروژه تاپی متاسفانه چنان که دوست دیگه هم ابراز نظر داشتن، از مدت به این سو تقریبا حدودا 30 سال وقت در بر گرفته که از آغازش تا امروز، اما گام های عملی پروژه فقط پس از سال 2015 برداشته شد، خصوصا وقتی که هر 4 کشور دخیل در پروژه تاپی در ترکمنستان پروژه رسما افتتاح کردند. اما بنا به مسائل متعدد که همکار بحث ما هم اشتراک کردند، این پروژه در افغانستان به بنبست مواجه شد که دلایل گوناگون داشته است، به شمول دلایل سیاسی، امنیتی و همچنان تکنیکی. از جانب دیگه کشورهای دخیل در پروژه تاپی خصوصا هند خیلی هم علاقمند تطبیق پروژه نبوده و بهانه های متعدد را از جمله قیمت گاز را مطرح کردن، تقابل با پاکستان را اونا معمولا یاد کردن و مسائل امنیتی و مدیریتی در داخل افغانستان هم یکی از عواملش بود که تطبیق نشد. بنابراین هیئتی که به کابل هم آمده، این شاید تا جایی که من خبر دارم نخستین هیئت است که پس از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کابل میان و در خصوص پروژه تاپی صحبت میکنن. اما پیش از او تیم های تکنیکی هر سه کشور خصوصا ترکمنستان جلسات متعدد با دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشتند که گام های عملی هم تا حد برداشته شد، خصوصا طرح امنیتی این پروژه به جانب ترکمنستان سپرده شد و تا جایی که ما در جریان هستم یک طرح امنیتی اشتفایی بود که اونا هنوز هم نزد ترکمن هاسته و در روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ترکمن ها پاسخ مثبت به او طرح ندادن، اما رضایت داشتن. تا جایی که من خبر دارم اونا از طرح امنیتی به خاطر آغاز کار عملی پروژه تاپی در سلپ اولش یا هم به فاز اول موافقه کرده بودن. آقای ترکی، حالا چطور میبینین علاقمندی 4 کشور در مورد عملی شدن این پروژه؟ واقعا آماده هستند 4 کشور که پروژه عملی شود؟ شاید تا حد بعضی از سیاستمدارا در این کشورها علاقمندی داشته باشند، از جمله اصحاب قدرت در کابل امروز خیلی علاقمند هستند که پروژه آغاز شود و به نحو حاکمیتشان حاکمیت اقتصادی را بر رخ مردم بکشند. اما باور من این است که همه کشورها تا هنوز آماده نیست. هند آماده نیست به خاطر که مسائل پیچیده سیاسی امنیتی با افغانستان تا هنوز داره که او مسئله را باید حل بکنه. پاکستان علاقمند است این پروژه زودتر آغاز شود به خاطر که بیشتر بنفش است، با کمبود انرژی و گاز مواجه هست، اگر تا سال 2022 بتانه نخستین گاز به پاکستان برسه برشان موفقیت حساب میشه. اما تنش های سیاسی در پاکستان هم شاید اجازه نده که خیلی هم کارهای عملی پروژه تاپی اینا بالای طالبان تدویق کرده بتانن. طالبان ظرفیت تکنیکی، ظرفیت سیاسی، مدیریتی، حتی امنیتی ای را ندارن که پروژه تاپی را کار عملیش در داخل افغانستان آغاز کنند. اما آقای عبدالسلام حنفی گفت که تمام شرایط آماده شده در داخل که پروژه عملی شود، از جمله امنیت. شما ببینین آقای حنفی خیلی گپای دیگه هم میزنه که قابل باور نیست. این حرفای آقای حنفی شاید به خاطر ازی باشه که خریدار رسانه ای شاید داشته باشه، اما از لحاظ عملی تا جایی که من با پروژه تاپی با قسمت پروژه تاپی از نزدیک کار کردم در قسمت های بخش های تامین امنیتش، باور من این است که پروسه بسیار طویل است. قسمت کارایش شده، اگر طالب ها بخواهند که مثلا سر کاری که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با شرکای تاپی انجام دادن روی زو ادامه بتن کارا که شاید قسمت کلان مشکل طالبا پشت سر بگذرانند.
اما اگر اینا باز دوباره سر برن، مثلا همین بخش امنیتیش برای شما بگویم که در قرار بود در 4 فاز این پروژه داخل افغانستان کار شروع شوه، سلپ اول یا فیز اولش که 150 کیلومتر آغاز کار از هرات بود، از ترخوندی، این قسمت اگر اینا شروع بکنن و بتانن تا 5 سال آینده اگر اینا در قدرت باشن عملی بسازن، کار بسیار کلان انجام دادن. اما از لحاظ ظرفیتی طالبا ظرفیتی کار به هیچ وجه ندارن. مثلا شما یک مثال کوچکش استملاک زمین های مردمی است یا خصوصی است که حدود 30% از پروژه تاپی خود پایپ بر زمین های مردمی عبور خواد کرد. بس. استملاک از این رقم طالبات آنشه ندارن، چه برسه به تطبیقش. در ادامه به شما بیشتر بحث میکنیم. آقای صادقی، مسئولیت حکومت فعلی را در قبال این پروژه بزرگ چطور ارزیابی میکنین؟ آیا از خاک افغانستان عبور دادن میتونن؟ همونطوری که از صحبت‌های آقای ترکی که گفتن حتی برخی کشورها آماده نیست که پروژه عملی شود، مثلا هند گفتن و پاکستان را گفتن ضرورت داره و حالا ترکمن ها هم آمدن داخل افغانستان در کابل هستن و صحبت میکنن. ما با احترام و حرفای جناب ترکی صاحب، ولی خودم به این یقین هستم که اگر امارت اسلامی با قاطعیت در رابطه کار بکنه و علاقمندی جدی پاکستان، چون نفع هندستان هم در این شریک است، خواهی نخواهی یگانه کشوری که بسیار متحد با منافع ملیش است او پاکستان است. پاکستان یک کشوری است که به هیچ نوع آماده نیست که چیزی که به نفعش نباشه به او راستا گام برداره. پاکستان حاضر است که به خاطر منافع خود از هر حد و حدود بگذره، حتی اگر هند آماده نشه. ما فکر بکنم که هند آماده میشه، چرا این به نفع هند هم است و دیگه در گذشته کار صورت گرفته. برداشت من این است که به احتمال اغلب هیچ کسی که اصلا تصور نمیکنه که امارات اسلامی و یا اینمی کسی که امروز بالای افغانستان حکومت میکنه اینمی طور یک پروژه مهم و حیاتی را مدیریت بکنه، ولی ما براتون امروز این میز شاهد میگیرم که اینمی افراد میتونن که اینمی را مدیریت بکنن بنا به دلایلی که ترکی صاحب به او اشاره کرد. واقعا که مسائل تکنیکی ازی، مسائل امنیتی ازی یک مقدار مشکلات خود داره، ولی در کنار ازی یک موضوع فراموش نکنین، چون یک منافع ملی بر افغانها هست و هر زمینایی که از هر جایی عبور بکنه، مردم ما در سالهای متمادی را ثابت کردن که با منافع ملیشان باورمند هستند، با او احترام میگذارن و این مسائل هم به سادگی میتونه که حل شوه. یعنی شما باورمند هستین که چالش های که در بر سر راه این پروژه بزرگ قرار داشت هم در داخل هم در منطقه برطرف شد؟ یک مشکل واقعا قابل مکس است و ما یک مقدار که سر از اون مشکوک هستم که اگر امارت اسلامی کسب به رسمیت شناختن جامعه جهانی و دنیا را پیدا نکنه، ما فکر بکنم که این میتونه که یک چالش‌زا باشه، میتونه یک دردسر ایجاد بکنه. ولی سایر موارد مسائل تکنیکی و مسائل بود امنیتی و مسائل زمینای استهلاکی، این موضوعات حل میشه، به این باورمند هستم. تشکر. آقای ترکی، شما چطور میبینین در بود منطقه ای پروژه نگاه بکنیم تا به سطح کلانتر، چقدر میبینین که رقابت ها سایه بندازه برای اینکه این پروژه عملی نشه؟ ببینین میشه تاپی را در چند کانتکست مورد بحث قرار بدیم. یک بحث همین چیزی که شما مطرح کردین، بحث تقابل منطقوی از دید کشورهای قدرتمند جهان که امروز تشنه انرژی هستند، از دید چین، روسیه، هند و همچنان پاکستان و اینا، از این لحاظ یک بود بحث است که روسیه مثلا از مجمع گاز گیلگنیش در ترکمنستان فقط تا 5 میلیون کیوبیک متر یا متر مکعب گاز ترکمنستان میخره. حالا که چین 30 میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را به پایپ 3600 کیلومتر تا چین انتقال میده، در تاپی قرار است 3333 میلیون متر مکعب گاز در یک سال به مصرف رسه یا انتقال بیابه. برای ترکمنستان فرصت داده که به 3 جهت مختلف گازش به فروش برسانند. یگانه کشوری که مخالفت میکنه روسیه هست
که نمیخواد که ترکمنستان یک بس خیلی کنم شاید باشه ترکمنستان از نفوذ روسیه برایه، اما خریدار به او اندازه بزرگ نیست خود روسیه، چون خودش گاز داره، او گاز ترکمنستان شاید انتقال بده به طرف اروپا. ترکمنستان دنبال از این است فکر نمیکنید همین موضوعی که حالا بحث روسا رو مطرح کردین حل شده باشه، حالا هیئتی از ترکمنستان به کابل می با توجه به اینکه ترکمنستان تحت نفوذ روس هاست؟ بله تحت نفوذشان است، اما هر کس دنبال منافع ملی خود است و ترکمنستان نمیخواد مثلا که فقط در یک مارکت گازش به فروش برسانم، دو مارکت دیگر هم زیر نظر داره. مارکت هند بزرگترین مارکت پتانسیل و ظرفیت زیر داره که از چهار مجموعه ریزرو یا ذخایر نفت و گازی ترکمنستان که حدود 12 تا 14 میلیارد متر مکعب گاز است، در مارکت هند برسد، در مارکت پاکستان برسد، تا جنوب آسیا رو برسانه، تا بنگلادش و ویتنام کشورها را. به طرف هم به چین فروش گازش ادامه بده. یک بوده بحث است که بله او شاید مخالفت باشه، حتی چینایی ها شاید مخالفت بکنن با یک دلیلی که مثلا خودشان با گاز ضرورت دارن و پایپلاینش پیش مثلا پایپلاین ترکمنستان تا چین بنا پایپلاین آسیای میانه گسترش یافته 2009 و بعد او فعال است همیاله و چین هم با گاز ضرورت داره به انرژی. از طرف دیگه رقابت، یعنی میخوایم بگوین که با دخالت چین میشه به یک نتیجه رسید؟ اگر چینایی ها اجازه بدن که چرا نه. بله بعد بحث منطقویش است که چند کشور دخیل است. حرف دوست ما درست است که مثلا به نفع هند هم از نفع پاکستان هم از بدون شک، یکی از دلایل که ما خیلی جدا طرفدار زی هستیم که پروژه های مثل تاپی، کاسای گزار، پروژه های دیگه تاپ مثلا اینا پروژه هایی هستن که میشه انتگریشن یا هم چی پرش میگن همگرایی منطقه‌ای رو به وجود بیاره که ما از نقاط تقابل به نقاط همکاری حرکت بکنیم. یکی از مزیت های دراز مدت و خوب این پروژه هست. بعد بحث داخلیش مطرح میشه، بازم من تکرار میکنم وقتی من میگم طالب نداره توانمندیشه، این بحث تبلیغاتی هم نیست. شما سعیس مثلا در اداره طالبا احتمالش از اراده برای کار موجود باشه، اما دنیای واقعی این کار است، کار مثلا ظرفیت کار داره، میال 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه که پروژه مصرف داره. طالبا سهم خود کجا میپردازن؟ بانک انکشاف اسی قرار بود که پروژه را تمویل بکنه، های طالبا با بانک انکشاف اسی داخل تعامل هستن؟ نه، مثلا گفتم کشور افغانستان جزء بانک توسعه زیر ساخت های آسیا بود، آیا اون او بانک کمک میکنه طالبا را؟ نه خیر، طالبا خودشان مثلا ظرفیت پولی یا امکانات پولی دارن که به پروژه مصرف برسانن؟ نه خیر. از لحاظ اداری طالب اما قدر ظرفیت دی ساختار دولت افغانستان کجا باقی ماندن که مثلا از لحاظ کدری به مردم پروژه را تطبیق بکنن؟ از بود تکنیکیش چند انجینیر فعال نفت و گاز مثلا فعلا در افغانستان حضور دارن؟ مگر اینکه تغییرات گسترده سیاسی در ساختار قدرت به وجود بیاورن، از نیروها و تیفای مختلف جامعه استقبال بکنن، به سرکوب و ترد کردن گروه های مخالف سیاسی اینا کوتاه بیان و بعد برن داخل یک تعامل کلان. بسیار زیاد تشکر. آقای صادقی، مسئولیت در داخل چی است در قبال پروژه؟ خب من بدون شک سایر مواردی را که دوست ما اشاره کرد یک واقعا یک چالش هست، ولی چیزی که مهم است او اراده است. من فکر میکنم که در همچی یک شرایط اساس هم طالبا بر از این اراده دارن که این پروژه مهم و حیاتی به سرانجام برسه و هم پاکستان به این بسیار سخت علاقه مند است. اراده بگن هزینه نیاز است مثلا. عرض کنم خدمت میام سر ازمون. شما باید داشته باشین که در حکومت گذشته تنها 30% معاش کارمندان دولت از بودجه خود افغانستان پرداخت میشد و 70% از این از داورای خارجی بوده. امروز همی 100% معاشات کارمندای خود دولت از پول افغانستان و از گمرکا و سایر مراحل تامین میشه. این سه علت داره. فسادی که در حکومت گذشته وجود بود که این خودشان اعتراف میکردن که روزانه 4 میلیون تن ها در گمرک جلال آباد به جیبای شخصی میرفت. یکی. دو، شما باید دارین که ماش از 1000 دلاری تا 70000 دلاری. تنها از خانم حمدالله محب 18000 دلار بود که مشاور شوهرش بود. این فسادها واقعا کمرشکن بود که ملت افغانستان به این طور یک حالت رساند. ما به این عقیده هستم که اگر امارت اسلامی و یا تحریک طلبایی که امروز در افغانستان هستند
از تمام صداقت دیانت در این کار بگیرن. دوستای دیگری در افغانستان هستن مثل قطر، مثل امارات، مثل کسای دیگه که در پشت سر از ایسا چون و طالبا را و یا تحریک طالبا را امارات اسلامی را کمک بکنن تا این پودیجه به سرانجام و سرمنزل مقصود برسه. و علاقه‌مندی چهار کشور فکر میکنین که در این زمان آماده باشن؟ خود دو کشور خود هیچ شکی نداریم، خود افغان ها و پاکستان هست. بله. هند هم علاقه‌مندی خود داره و یادت باشه که ترکمنستان هیچ وقت بدون مشوره و یا بدون اقلا مشوره روسیه همچی حقامه نمیبرداره. ما در این شک ندارم، حتما در این را نظر از اونام گرفته شده و این بنابر امو بر افغانستان سفر کردین و ما مطمئن هستم که انشالله و رحمان این پروژه به سرمنزل مقصود میرسه. یعنی با همی سفر خوشبینی بشت؟ نه نه، طور سادام نیست، یکقدر مشکلات داره. شاید سفرهای متعددی صورت بگیره، شاید زمان ببره، ولی در اخیر الامر احتمالات قیم میره که پروژه تطبیق صورت بگیره. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز، محمد صابر صادقی آگاه سیاسی و همچنان نصیر احمد ترکی استاد دانشگاه. خوش آمدین به محور امشب. فیض الله جلال کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابل از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است. یک منبع امنیتی امارت اسلامی به طلوع نیوز میگوید که استاد جلال در واکنش به متهم ساختن برخی از نهادهای دولتی امروز در کابل بازداشت شده و همکنون در ریاست استخبارات زیر بازجویی قرار دارند. خانواده استاد جلال نیز به رسانه ها بازداشت او را تایید میکنند. منابع رسمی امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. و همین ترتیب رسیدیم به پایان محور. از همراهیتان سپاسگزارم. شبتون بخیر.